عرفیه هستم با پرشین اواردز. در برنامه امروز در سری گفتگوهایی که با محمد پیری تاریخ پژوه و راهنمای گردشگری در کشورمون ایران داشتیم در مورد مناسبت‌های باستانی ایران، این بار به جشن اردیبهشتگان اشاره خواهیم کرد. سلام آقای پیری، خوش آمدید به برنامه ما. سلام. خب موضوع امروز راجع به تقویم هست و دومین ماه، حالا ما میگیم ماه ولی ماه نیست، در از برج. چرا؟ چون ما وقتی میگیم ماه با هلال ماه اشتباه میشه. بله. برای تقویم قمری به کار میبریم، میگیم دومین ماه، سومین ماه. خب این لغتش ما رو خطا میندازه، در حالی که تقویم ماه برنامه‌ی خورشیده و ربطی به ماه نداره. بله. حالا اشتباهی سیگاهی توی گویش ما اشتباه پیش میاد. بله. پس ما حالا برج هم در اصل نیست. چرا؟ ما چون برج هم استفاده نمی کنیم، چون ما بروج هم استفاده نمی کنیم. حالا یک چیزی که مصطلح شده، ما سال رو، سال بگیم شمسی رو تقسیم کردیم به 12 قسمت. بله. حالا ما وقت باز اشکال پیش میاد، چون ما یه سیستم دیگه ای داره. بله. پس رو همین جهت، خب این تقسیم بندی بر اساس تقسیم بندی ایران باستان بود. ایران باستان تقسیمشون برابر بود. یعنی چی؟ یعنی کلن سال رو به 12 قسمت 30 روزه تقسیم میکردن. یه 5-6 روزی اختلاف پیش میومد که این 5-6 روزها رو جمع میکردن در پایان هر چند سال که میگفتن الهی 120 ساله بشی، یه سال 13 ماهی مثلا داشتن. بعد مثلا این کبیسه رو اینجوری یه جا حساب میکردن، در که ما کبیسه رو الان این اختلافهای دقایق و حالا ثانیه ها رو جمع میکنیم، در هر 4 سال یا 5 سال، بعضی وقتا 5 سال میشه، فیکس نیست 4 سال، هر 4 سال یا 5 سال یک سال میشه کبیسه. یعنی چی؟ وقتی که ما میگیم سال 365 روز و 5 ساعت و 49 دقیقه و 48 ثانیه و 47 صدم ثانیه است، حالا روندش کنیم، درسته؟ 65 روز و 6 ساعته، 4 تا 6 ساعت میشه 24 ساعت. 24 ساعت. در حالی که دقیق 4 تا 6 ساعت نیست. آها. از گاهی هر 4 سال میشه یک کبیسه، مثلا اسکرامس 3 روزه، پس گاهی هم هر 5 سال میشه یک کبیسه. پس ما باید دقیق حساب کنیم. آها. اگر به شیوه 6 ساعت حساب کنیم، برای 4 سال به 4 سال فیکس باید بشه کبیسه. در حالی که همیشه اینجوری نیست. پس گاهی هم بنا به این محاسبات ریزی که ایرانی ها داشتن، پس گاهی هم هر 5 سال میشه کبیسه. بله. این باید هر سال محاسبه بشه. بله. پس ما که فیکس هر 4 سال یه سال کبیسه است، نه، گاهی ممکنه 5 سال بشه. اینا یه بحث دیگه. حالا تو تقسیم بندیه که بعد از اسلام در مورد این تقسیم سال به وجود اومد، خب ما اسامی رو گرفتیم، همون اسامی فروردین، اردیبهشت، خرداد تا اسفند رو گرفتیم، ولی یک اصلاحی صورت گرفت. بود اصلاح چی بود؟ همین بود که این کبیسه رو درستش کردن. بله. خب این کبیسه رو که درستش کردن، یه اشکال دیگه هم به وجود اومد و اون این بود که ما وقت 365 رو یا 366 رو تقسیم بر 12 کنیم، دقیقا همه ماها 30 یا 31 روزه در نمیاد. بعضی ماها میشه 30 روزه، بعضی ماها میشه 31 روزه. حالا بعضی تقسیم ها میشه 30 روزه، بعضی تقسیم ها میشه 31 روزه. من تقسیم رو بگم، میگم که اون لغت ماه ما رو تو خطا نندازه. بله. فروردین، اردیبهشت، خرداد هست. ولی خب یه مدت اومدم گفتم خب ما یکی درمیون بگیریم دیگه. مثلا یه ماه رو یا یک تقسیم بندی رو اول رو میگیم، مثلا ماه اول رو میگیم 31 روزه، ماه دوم رو میگیم 30 روزه، بعد میریم تا پایان میریم. بعد گفتن نه، تقسیم بندی به این صورت اصلاح شد. آخرش شد این که الان ما در تقویممون رو استفاده میکنیم. اومدن گفتن ما 6 ماه اول رو کلن بذاریم 31 روزه. که تقویم ما این شکلیه. ما از فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور، چون برابر است با بهار و تابستان و معمولا طول روز به نوعی اینجا بیشتر هست تا اون 6 ماه دوم سال، اومدن گفتن ما این 6 ماه اول سال رو میذاریم 31 روزه. او 6 ماه دوم شد
29 روزه و 30 روزه. 29 روزه فقط اسفند، 30 روزه هم بقیه ماهاش، 5 ماه. حالا خود اسفند هم گاهی هم میشه 30 روزه. پس ما در 6 ماه دوم اصلا 30 روزه نداریم. نداریم. 29 روزه یه دونه داریم که گاهی هم میشه 30 روزه، بقیه‌اش هم که 30 روزه هستن. حالا این تقسیم بندی که در دوره باستان وجود داشت که ما اعداد نداشتیم در ارتباط با روزهای یک ماه. بله. تقسیم بندی که بر اساس یک ماه بود. هفته هم نداشتیم که مثلا بگیم یک دو سه، ما نمیگیم یک شنبه دو شنبه سه شنبه، پس بله. بر اساس این شمارش هم نبود. پس ما روزهای یک ماه رو در اصل بر اساس اسامی خاصی که معانی و کاربرد و مناسبت داشت به کار می بردن. بله. بسیار هم معنی دار و بسیار هم زیبا. بله. پس به این صورت بود که ما 30 روز یک ماه رو که 12 روزش با اسم ماهای سال حالا بگیم شمسی تلاقی داشت، پس عملا اون 12 تا جشن رو داشتیم. یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد تا اسفند در هر ماهی این 12 تا وجود داره. ماه‌ها داشتیم بله، و چون تلاقی داشت اون روز و اون ماه چون به هم اسمشون میخورد اون روز جشن میگرفتن. بله. یعنی دنبال بهانه برای شادی بودن. بله، مثل اول فروردین که جشن فروردینگان. بله. و همینطور ماهای بعدی رو همین جهت اونتا یه سری مناسبت های دیگه هم تو هر ماهی بود که اونا هم به نوعی جشن میگرفتن. بله. حالا مسئله جای خودش خواهیم گفت. پس ما نکته که در مورد دومین ماه یا اردیبهشت وجود داره، که لغت ما هم که خیلی باید با اکراه به کار بریم چون ما رو دوچار خطا میکنه اگر بگیم ماه، هلال ماه تو ذهنمون نیاد، منظورم دومین تقسیم بندی از تقسیم 12 گانه تقویم شمسی یا خورشیدی هستش. پس آقای پیری، من همینجا وسط صحبتون، در زمانهای ایران باستان تقسیم بندی روز فقط وجود داشت، حتی تقسیم بندی ماه هم وجود نداشت؟ چرا بود دیگه، 12 به ماه چی میگفتن؟ این کلمه ماه چی میگفتن؟ خب نکنید گفتم همین لفظ قمر یا ماه رو به کار نمی بردن، مثلا میگفتن سی روزگان مثلا. بله، یه تقسیم بند نکنید. ما وقتی میگیم ماه همین خطا پیش میاد، ما وقتی میگیم ماه یاد تقسیم قمری میفتیم. آره در حالی که این تقسیم بندی حرکت زمین به دور خورشید، یعنی 365 روز رو حالا بگیم 6 ساعت رو تقسیم بر 12 قسمت کرده بودن. بله، یعنی 12 تا برج. برای واژه‌ای الان براش در نظر نداریم که بگیم. همین دیگه، به خاطر من هی گاهی میگم ماه، گاهی میگم بر اساس این تقسیم بندی. مثلا حالا ما یه الفاظ در تحت عنوان گاهنبار. آها، گاه هم بار. این نماد شبانه روز هست. بله. نماد شبانه روز هستش. پس یه تقسیم بندی بوده. متأ اینکه لفظ ماه رو به کار برم نه. بله. این در نمیاد. این که بله. یه حساب دیگه ای داره. پس با توجه به این تقسیم بندی که روزها رو به 30 روز تقسیم میکردن، نه که 30 تا عدد ها، به 30 تا اسم تقسیم میکردن، خب درست در میومد. ولی وقتی که تقویم تغییر کرد، اصلاح شد و 6 ماه اول شد 31 روزه و 6 ماه دوم جور دیگه ای شد، مثلا شد 30 روزه و 29 روزه، اینجا یه اشکالی وجود میاد و اون اینه که ما اسامی ماهایی که بر اساس 30 روز اسم گذاری کردن در دوره باستان تقویم تقویم زرتشتی، ناچار شدیم که یک تغییری درش بدیم. تغییر چی بود؟ مثلا فرض کنیم روز اول فروردین که فروردینگان بود، بعد روز اول هر ماه میشد فروردینگان. بله. بعد چون 6 ماه اول شد 31 روزه، پس عملا تو ماهای بعدی میبینیم یک روز این جابجا داره صورت میگیره، جابجایی داره صورت میگیره. پس ما اگر فرض رو بر این بگیریم 6 ماه اول 30 روزه بود، پس ما اول روز فروردین، اول روز خرداد، اول روز حتی شهریور هم میشد فروردینگان. بله. ولی با توجه به این جابجایی که داره صورت میگیره، هر روز یه روز عقب‌تر، عملا ما میبینیم که فروردینگانی که توی خرداد بعد باشه، آخر خرداد میفته. بعد اون که بعد اول ماه باشه میفته توی 31 فروردین.
پس ما روز دومه مثلا حالا بگیم ماه دیگه، حالا لغت هم خیلی جالب نیست، بعد بگیم روز دوم که روز بهمن هست یا روز بهمن هست میفته روز اول اردیبهشت. روز اول اردیبهشت میشه دومین روز، یعنی میشه روز دومین روز طبق تقسیم بندی دوره ساسانی. دیگه چاره‌ای نیستش. آره دیگه، چون این تقسیم بندی بعد از اسلام به وجود میاد، پس این جابجایی صورت میگیره و این تا آخرش همیشه وجود داره دیگه. رو هم میگن ما بعضی از مناسبت‌هایی که در دوره ساسانی داشتیم که مثلا توی اسفند بود، اینو افتاده تو بهمن ماه. به هم خاطر مثلا سپندارمس که مثلا تو اسفند بوده، الان طبق سنت قدیم تو اسفند برگزار بشه، ولی چون تقویم عوض شده یه 5-6 روز اومده عقب تر. به هم جد بینیم بعضی مواقع توی اواخر بهمن سپندارمس رو جشن میگیرن. خب سپندارمس مشخصه، پس سپند باشه. ولی چون تو بهمن به خاطر همون اختلاف اسمی که وجود اومده. پس رازش اینه، کلید حل معما. بله. پس این که گاهی تصور اینه که باید 5 اسفند باشه، بعد چرا مثلا 27 یا 28 مثلا بهمن میگیرن، به خاطر این اختلاف اصلاح تقویمی است که بعد از اسلام وجود میاد، دوره حالا بگیم قرن 4 و 5 اونش. پس ببینیم این مشکل هست. حالا چیزی که در مورد این اسامی هست، ما خیلی خلاصه چون در مورد هر کدوم این ماها میشه جداگانه راجبش صحبت کرد، ما راجب اسم این ماه بکنین. اصلا اردی بهشت، اردی بهشت یا وهشت، این در اصل یکی از ماهاییست که از یک فرشته گرفته شده. آها. که در اصل محافظ طبیعت هست. بله. پس ما می‌بینیم که ایرانیان باستان خیلی به این بها می‌دادن. بله بله. به زیست، به طبیعت، آزار به حیوانات، حشرات و حتی آلوده کردن آب، خاک، اینا اصلا نبوده. پس اینو داشتن. این الهه‌شون بریم. چون معمولاً پس این یک جشنی بوده تو این ماه مخصوص محیط زیست. بله. پس ایرانیان باستان این پیشینه رو توی محیط زیست دارن. بله. وقت ما می‌بینیم که من تا یه بحث بودم روی راجع به غارهای ایران، گفتم مثلا ببینید یه غاری که بسیار صعب العبوره، حدود 500 کیلو زباله توش در آوردن. یه غار کوچیک محدود. خب نشون میده که ما هم که فرهنگی داشتیم، چرا باید به اینجا برسیم؟ که نیم تن زباله توی غار صعب العبور پیدا بشه. یعنی خود طبیعت گردان ما، خود طبیعت دوستان ما هم گاهی مراعات نمی کنن. پس این اردیبهشت حداقل این تدایری برای ما ایجاد کنه که این ماه روز فرشته ای هست که کارش در اصل حفظ محیط زیسته، حفظ آبه، حفظ گیاهه و به این صورت این روز جشن گرفته میشه. پس در اصل ما در اردیبهشت باید یاد بگیریم که به هیچ عنوان محیط زیست رو آلوده نکنیم، مخصوصا که بهار هم هست. بله. گیاهان آسیب پذیرن، شکننده هستن. ترکه های جوان، شاخه های جوان، یعنی چقدر زیبا اینا اسم‌گذاری شده. بله. چقدر معنی داره. یعنی ما اگر مفهوم این ماه‌ها رو بعد تو رفتارمون بیاریم، ببینیم چقدر زمین زیباتر میشه، چقدر طبیعت زیباتر میشه. این پس به این شیوه برگزار میشده. خب معمولا تو این ایام، تو این جشن ها، یک ویژگی‌های ایرانی هم همیشه این بوده، سعی کنن همیشه لباس سفید، لباس روشن بپوشن، چون این نشون دهنده پاکی بود. بله. آلودگی رو سریع نشون بده. پس ببینیم به این شیوه اینها توی این مراسم ها سعی کنن با این شیوه ها به سرا حضور داشته باشن. و مخصوصا یه ویژگی میباید در این دوران وجود داشته، حالا در دوران باستان دارم میگم، که زرتشتی ها مخصوصا سعی میکردن حتما تو معابد، توی آتشکده ها این مراسم ها رو برگزار کنند. و اینا بگم در تقسیم بندی آتشکده ها که اینا هر کدوم سلسله مراتب داشتن، یعنی آتشکده ها هر کدوم برای یک طبقه از اجتماع بود، برای روحانیون، برای پادشاهان، برای نظامی ها، برای پیشه برای
و حتی از این فراتر ما حتی آتشکده های کوچیک‌تر هم داشتیم. ما یه آتشکده در تهران داریم، آتشکده آدوریان، تو خیابان تقاطع سیتیر جمهوری هست، روی کلیسای مریم مقدس. آتشکده آدوریان، درست آدوریان از آذر گرفت شده یعنی آتش، ولی در اصل به آتشکده های گفته می شد که آتشکده ها محلی بودند. یعنی چی؟ پس ما آتشکده های کوچیک محلی هم داشتیم، درسته یا آتشکده مخصوص کشاورزان داشتیم مثلا در خراسان، یا آتشکده بزرگ داشتیم در مثلا آذربایجان، آذرگشنست، یا آتشکده بزرگ هم در فارس داشتیم و تو جاهای دیگه ایران، ولی تو محلات هم آتشکده های کوچیک وجود داشت که اصطلاحا به اونها میگفتن آدوریان. پس این آدوریان علاوه بر اینکه اسم اینجا هست، در اصل اسم نوعی از آتشکده ها هم هست. پس دو معنی میده، یعنی هم به آتشکده های محلی میگن آدوریان، هم به اسم، هم اسم عام، هم اسم خاصه. اسم عام به آتشکده های محلی میگن آدوریان، اسم خاص به این آتشکده در فلان جا هست میگن آدوریان. بله، مثلا این مثلا مثل آتشکده ای که در یس هست یا آتشکده ای در تهران پارس هست، هم تو جاهای مختلف دیگه ایران. پس این تقسیم بندی که در مورد آتشکده وجود داشته، پس این بعد نماد ما گفتیم یه تقسیم بندی داریم بر اساس برج، بروج، صور فلکی. صور فلکی یا صورت فلکی این ماه یا این تقسیم بندی در اصل صورت فلکی صور هستش، صور داوه. و خب ما اگر باز با نجوم آشنا باشیم میبینیم که برای اینکه راحت تر بتونن صور فلکی رو حفظ کنند، اومدن یک مجموعه از ستاره ها رو در هر قسمت از آسمان در ماه های مختلف به صورت یک حیوانی یا به صورت یک شکلی به تصویر در آوردن که راحت تر بشه حفظش کرد و راحت تر بشه پیداش کرد. رو همین جهت ما می‌بینیم این ماه برابر است با این صورت فلکی. چون ما تقسیم بندی که از آسمان داریم ببینیم، می‌بینیم که تقسیم بندی که الان ما بر اساس اون تقویم شمسی رو داریم، این تقسیم بندی برابر است با تقسیم بندی صور فلکی، یعنی با اونا همخوانی داره. مثلا ما به فرض میگیم صورت فلکی حوت حالا برابر بوده مثلا با نوروز یا نزدیک به نوروز، حالا میگم این جا به جای صورت گرفته. چرا؟ چون صور فلکی هم یعنی صورت فلکی هم با اون ثوابت نیستن، اینا بسیار حرکت‌های سریع دارن. یعنی قبلن ما تصور کردیم ثوابتن، در واقع اونها هم حرکت دارن. چرا؟ چون هر چند هزار سال میبینیم که این صور فلکی شکلشون تغییر میکنه. حتی الان به عمر ما قد نمیده که ببینیم، ولی ما با توجه به قدمتش میتونیم بگیم این وضعیت هست. رو همین جهت این صور فلکی ممکنه جا به جایی جزئی هم داشته باشن. پس ببینیم این صورت فلکی که برابر با این ماه بوده، ما میبینیم برابر است با صورت فلکی صور که میشه گفت دومین دایره البروج هم حساب میشه. شما بیدیم میگید دوائر، دایره البروج، بروج هم تقسیم بندی های این گونه است. شما اینم بگم بروج داریم کم برج، برج به معنی حالا برج و بارو هم شاید معنی بده، شاید درست باشه که ما حتی این لغت به برج هم ارتباط پیدا میکنه. ما مثلا میگیم که ما شهرهایی داریم تحت عنوان با این لغت ساخته شده، بعد یا مثلا گراد، گرد، برگ، و حتی تو اروپا هم داریم شهرهایی که با اسمشون برگ هست. شهرها تو روسیه گراد داریم که با اسم ایران نزدیکتره، مثلا سوسنگرد با اونا دارن لنینگراد، پتروگراد، استالینگراد، شهرهایی عوض کردن به این صورت. یا مثلا در آلمان یا در اروپا ما هامبورگ رو داریم. بله. و همینطور اسامی که با برج رو میشه. پس ببینیم این برج ها در اصل تقسیم بندی بوده که بر اساس اون اومدن آسمان رو که میدیدن و دوباره به اون نقطه میرسیدن 12 قسمت کردن، 12 تا صورت فلکی رو به تصویر کشیدن. بله. ما در هر ماهی توی تقسیم بندی 12 گانه تقویم شمسی یکی این صور فلکی با این ماه تلاقی داره که اینو برای ماهای بعدی هم خواهیم گفت. خب یه چیزی در مورد باز این روز هست، ما می‌بینیم که یک فرشته‌ای داریم یا یک والا بگیم
موجودی داریم تحت عنوان امشاسپندان یا حالا امشاسپندان. اینها در اصل نماینده پاکی هستند و نماینده خداوند هستند برای اینکه در جهان این پاکی رو ایجاد کنند. پس ما می‌بینیم که اردیبهشت نماد این فرشته هم هستش. پس این یه تقسیم بندی دیگه که در این دوره وجود داره. پس ما در اصل می‌بینیم که مبکر روز سوم هر ماه که میشه روز اردیبهشت در اصل میشه همون جشنی که برای اردیبهشتگان گرفته میشه و اشاره داره به اینکه ما بایستی آتش رو گرامی بداریم، محیط زیست رو همینطور و همینطور طبیعت رو. حالا طبیعت که میگیم شامل آب، باد، خاک و همین ها میشه. پس به طور کلی اردیبهشتگان در مورد احترام و نگهداری از آتش، طبیعت و آب، باد، خاک و آیا جشنهای دیگه یا داریم؟ کلیش محیط زیست همین رو در بر میگیره. آیا در ماه اردیبهشت جشنهای دیگه هم وجود داره که جشن مخصوص اردیبهشت باشه؟ یا مناسبت های دیگری در اردیبهشت؟ الان یک طوری شده که خیلی محدود برگزار میشه تو ایران. نه خب در ایران باستان اگر چیزی بوده حالا نه فقط همین مناسبت بود که خیلی جدی برگزار میشه. ما بعضی از ماه ها رو داریم می توی یه ماه 3 تا 4 تا جشن بوده، بعضی ماه ها رو میبینیم 1 دونه جشن بوده. حالا ما مثلا توی ماه های بعد میبینیم که متفاوت تر از این برگزار میشده چون ما فروردین خیلی به قولی پر برگزار شده، یعنی دیگه خسته میشن مردم. حالا چون اینجا فصل کار و کوشش هم هست، یعنی در اصل میبینیم که اوج فعالیت کشاورزی در اینجا آغاز میشه. یعنی اینکه جالبه گفتم محیط زیست، میبینیم که آسیب پذیری گیاهان تو این ایام بسیار بیشتره. بله. ما میبینیم که کشاورزانی که حتی دیمی میکارن محصول، اینها عجیب مشتاقن اینکه تو اردیبهشت بارون بیاد. بله. چرا؟ چون خیلی تاثیر داره توی کیفیت و کمیت محصول در خرداد که میخوام برداشت کنن. و ما تو این ماه میبینیم که شکوفه ها شدن میوه، میخوان بشن میوه، یعنی اولین میوه های درختی اینجا به وجود میاد. بعد میبینیم که تو خرداد میوه ها میرسن. پس بارندگی که توی اردیبهشت ما اتفاق میفته بسیار برای کشاورزی مهمه. پس احترام به آب، احترام به آتش، احترام به محیط زیست، احترام به گیاهان و توجه به طبیعت و محیط زیست چقدر بقای زندگی اینها رو تضمین میکنه. بله. پس به همین خاطر الهه طبیعت کردن دقیقاً همینه. آیا این الهه‌ای که می‌فرمایید در اساطیر حالا ایران باستان سمبل زن سمبل الهه هاست یا مرد هست؟ اکثر اینها خانم‌ها هستند. حتی من یه جای گفتم ما میترا داریم. یک مرده. یورگن نگاه کنید تصویر میترا رو، یه مرده داره گاو رو میکشه. آها. دقت کنید به تصویر. آها. ولی همون هم خانم‌ها برداشتن برای خودشون. چرا؟ چون میترا بسیار زیبا بود. آها. اسم میترا. آها. اسم مرده در اصل. نمیدونستم اینا. پس ما فکر میکردیم میترا زن هست، یعنی من فکر میکردم. حتما دیدی تصویر رو؟ آره دیدم ولی دقت نکردم و الانم یادم نمیاد که حالا دقیقا تصویر میترا هست در حال قربانی کردن گاو که حالا مار و عقرب و جانوران دیگه در از قسمت مختلف این حیوان استفاده میکنن. بله. بعد میبینیم که چطور میشه که این فرد کلام مذکره ولی زنها از به خودشون رو میترا گذاشتن. بسیار زیبا رو بوده. توی نمادهایی که برای اینا هست معمولا، اینم بگم در مورد با آتش مخصوصا، آتش معمولا یکی از وظایف پدر بود. آها چه جالب. یعنی حفظ آتش، ما نکنید گفتم روحانی داریم سلسله مراتب، مثلا محبت داریم توی آتشکده ها، توی خونه وظیفه حفظ آتش به عهده پدر بود. آها. بعد
یعنی یک مقام روحانی هم بود در اصل. بله بعد آب نمادش یه دختر بود. آها. بعد به این صورت این تقسیم بندی انجام شده. البته یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم که حالا شاید میگم دیگه ولش کن. بفرمایید. می‌خوام شفاف بشه دیگه. آره بفرمایید. ما راجع به 4 تا لغت می‌خوام بگم که شاید حالا دقیق نباشه حالا اینجوری گفتن دیگه. یه تعبیرش اینه. دوستان یه تعبیر رو بدونیم حالا دیگه تعبیریش کار ندیم تا چه درسته. ولی بتونیم بعد بریم اصلش چیه. بله. 4 تا واژه داریم که 4 تا واژه بین‌المللیه. آها. مرد، زن، بله، پسر، دختر. یعنی در خیلی زبان‌ها استفاده میشه به همیشه. اکثر زبان‌های بین‌المللی هستش. مثلا که ریشه آریایی داره. ماتا مرگ. آها. مرگ. اشاره به شکار و کشتن و شکار کردن و این هاست. یعنی مرد از مرگ میاد در واقع. این ریشه. متاسفیم ما برای آقایون البته ولی خب این دیگه حالا ممکنه شما فرمودیم باید برن تحقیق کنن تا بفهمن که یک تعبیر اینه. حالا ما مادر داریم، بعد زن داریم، زندگی نماد حیات، نماد زندگیه. بله بله. و یکی از دلایلی که ما این همه پل دختر، چل دختر، قلعه دختر و داریم هم در دوره باستان هم در دوره بعد از اسلام چیه؟ نماد برکت، نماد فراوانیه. بله. یعنی از زنگ گرفته شده، عمران شده. قلعه غیر قابل دسترس، تصرف شدنی نیست، دختره. بله. زنه. بله. و اینا نماد برکت و فراوانی و زندگی. بله. بله. بعد پسر و بچه ها، پسر و دختر. آه. پسر رو توی اکثر زبان ها ما یه لغت داریم اونم پیتر. آه. پسر، پوستر، پیتر. آه. پوستر یعنی بابا شکار میکرده، پسر پوست میکنده. شاید یه تعبیری بوده. نشون میده که همون راه وجود داره. بعد میرسیم به لغت دوب در. آها. دوب در، داوتر، توشتر، تو زبان مختلف. بله. آلمانی، انگلیسی، یارا. بله. اصلا این لغت هم اشاره داره به مازاد، محصولات لبنی. آها چه جالب. رو کره و پنیر و اینها دوغ در داوتر. آها یعنی ممکن از این گرفته شده باشه. آره ممکنه. حالا یه گفتم تعابیر مختلف هست. حالا بعضی قبول نداره. خب این درسته. بخوام بگم که این دختر رو ببینید، مادر رو ببینید. بله به هم مرتبطن. سازگار با محیط زیسته. بله. آها. ولی پسر کشتن حیوانات، پوست کندن حیوانات، پدر جور دیگه، پسر جور دیگه. پس این اونجا زندگیه، اینجا مرگه. بعد رو هم میگرد ما فرشته ها رو اکثرا به شکل زن. زن میبینیم. چون که زندن، زندگی. پس زندگیه، یه بیشبه. ما حتی اکثر جاها نمونهش ما هم بگم در طاقبستان کرمانشاه. بله. سردار باغ ملی، امارت مسعودیه، آتشکده آدوریان و بسیاری بناهای دیگه همشه دو تا فرشته میبینیم. دو تا فرشته زن هستن. دو تا فرشته زن هستن. درسته. و این فوق‌العاده است. و این نه فقط اینجا، حتی توی دوره باستان هم به این شکل بود، حتی در تمدن‌های دیگه هم به این شکل بود. و اینم خب خیلی عجیب بود. حالا یه تعبیری هست دیگه، میگه که چرا شماها از دختر بعدتون میاد ولی هرچه اسم فرشته است دختر میذارید، هست اسم خداست دختر میذارید.
خب این مربوط به ایران باستان میشه که الهه ها فرشته بودن. باستان هم این داشتیم. برای ما ایران باستان تحت عنوان این شیوه الهه های متعدد نداشتیم. آها. بخوریم ما گفتیم امشاسپندان. بله. یعنی در اصل فردی که کارش این هست، نماینده پاکی و تقدس قانون ایزدی اورامزدا. یعنی بله. چی؟ یعنی مثل فرشته. بله. پس این به عنوان جنبه الوهیت بهش نمیدیم. مثلا فرض کنیم مثل پیامبران، مثل ائمه، مثل کسانی که قوانین خداوند رو میخواد در زمین پیاده کنه. رو همین جهت ما بنا به قولی، حالا توی عقاید مختلف متفاوته، یعنی که مثلا میگن هر هزار سال باید یک فرد اینچنینی ظهور پیدا کنه. مثلا یک امشاسپند پیدا بشه که مثلا بیا دوباره این قوانین رو احیا کنه. پس ببینیم اینها حکم فرشتگان رو دارن، حکم پیامبران رو دارن، حکم کسانی که قوانین الهی رو میخوان تو جامعه رواج بدن رو دارن. پس این یکی از همین اسامی است که ما در این ماه میبینیم که زیاد مورد استفاده قرار میگیره. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین جناب آقای پیری. اگر نکته دیگه ای نیست که ما خدا... کلمه ارد حالا آرد یا مثلا شکلهای دیگه اینا بکنید، یک معنی این شاید از آرد گرفته شده باشه. آها. یه معنی دیگه این شاید از آتش گرفته شده باشه. بله. بس میبینیم اینا تعابیر مختلف در موردش وجود داره. حالا اینم یه بحثیست که اشاره داره به بعضی از اسامی ما محلهایی تو ایران داریم یا شهرهایی تو ایران داریم که با این پسوندها یا پیشوندها درست شدن و ما ببینیم که اینها آیا به این معنی هست یا نیست. پس این ریشه شناسی لغات بسیار مهمه. و یه موضوعی که خیلی گسترده است. پس ما واقعا خیلی سخته که بخوایم یک واژه یا یک معنی براش در نظر بگیریم. تعابیر مختلف بر اینها وجود داره. فهم. پس خلاصه مطلب، یعنی اصل مطلب اینه که ما این رو به عنوان نمادی از فرشته نگهبان محیط زیست در نظر بگیریم. بله. و اینم در نظر بگیریم ما در کشورهای مختلف میبینیم که همین واژه به کار میره با یه تغییر دیگه ای. مثلا گفتم که ما اسامی مثلا همین اردیبهشت رو به شکل دیگه ای در زبانهای سانسکریت داریم، در هندی داریم و حتی در زبانهای هندو اروپایی که رو در جاهای مختلف ایران هستش. ولی چیزی که جالبه توی افغانستان توی گویش های محلی مثلا شرق ایران هم این هستش، اصلا چون بر اساس برج کار میکنن شاید مثلا اردیبهشت رو به کار نبرن. آها. برج سول هستش. آها اونا اینجوری صحبت مثلا، در حالی که این گفتم نماد این ماه هستش. آها. بسیار عالی. حالا خود این گاف هم یک موضوع گسترده ایه. بله. شد بعدم صحبت کنیم. چرا؟ تو گاف هم نماد برکته، هم نماد خاک، هم نماد تداعی کننده زمستان به نوروز هست، با اون شیخی گراویز میشه در از شیخ تداعی میکنه. و همینطور وقتی که میترا گاف رو میکشه، یعنی جانوران مختلف دور تا دور این هستن. یعنی چی؟ همه دارن از این گاف بهره میبرن. اعتقاد برای این بوده کشتن گاف چون دانه های مختلف گیاهان رو مصرف میکنه یا گیاهان مختلف رو مصرف میکنه، ما با کشتنش و خالی کردن شکمش در طبیعت دوباره طبیعت رو زنده میکنیم. یعنی صرفا یک آزار نیست، صرفا یک کشتن نیست، این احیای زندگیه. همه داره ازش برخوردار میشن. بله، جالب. حالا بعد میرسیم به یه بخش دیگه که چرا گاووازی شد، چرا گاو مقدس شد. این خب اینا در موارد دیگه، مخصوصا که امسال هم سال گاو هستش. بله بله. و حالا یه برنامه صحبت کنیم. یه برنامه بذاریم در موردش صحبت کنیم. آره آره. من یه خلاصه بگم که یک ذهنیت داشته باشین. حتما. ما
فریدو رو داریم با گاو، بله. با گرز گاف سر داریم بر دور فتلی شاه، و گاف چقدر نقش مهمی داره توی فرهنگ ایرانی. بله بله. و شاید بشه گفت که بعد از اسب مهمترین حیوان گاف بوده. بله. خب در همه جای دنیا اصلا گاف هم یه، یعنی یک حیوانیه که محصولات زیادی ازش میگیرن و خیلی هم برکت داره، و یعنی غذای اصلی مردم مثلا در اروپا هم دیگه شیر و لبنیات و اینا هستش. یعنی به هر حال خیلی سپاسگزارم. ما در کنار آقای محمد پیری بودیم در مورد جشن اردیبهشتگان و مسائلی که مربوط به این جشن و ماه اردیبهشت بود شنیدیم از ایشون. سپاسگزارم از شما جناب آقای پیری، و شما رو تا برنامه بعدی به خداوند می‌سپارم. شاد و سربلند باشید. بینندگان گرامی پرشین اوارز، از شما هم سپاسگزارم. تا دیداری دیگر با مناسبتی دیگر در کنار آقای پیوی باز خواهیم گشت، و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و سربلند.